تاریخ مصرف داره. برای همین شاید من جسارت کردم، شاید رمان خون خوبی بودم ولی نویسنده یه رمان خوبی نبودم، اما جسارت کردم برای این صنعتی که شما میگین رو در قصه بگنجم. ولی حالا از خودت میخوام بپرسم که از مقایسه مهتاب هدایتی که در زمان انقلاب فعال بوده و آرزو رضایی که در زمان انتخابات فعال بوده، از نقطه نظر میزان مشارکت زنان در تظاهرات هر دوتا رو میخوام بگم، خودت دوست داشتی که چه تصویری رو در ذهن مخاطب توی این کتابت به وجود بیاری، یا خودت برداشتت از مقایسه این دو تا چی بود از نقطه نظر مشارکت زنان در این دو حرکت؟ طبیعتا من خیلی دوست نداشتم آخر رمان به این گونه تموم بشه که مهتاب به خاطر راهپیمایی ها به ایران بر میگرده، ولی در نهایت این آرزوه که از ایران خارج میشه. خب آخر قصه اگر قرار بود آرمانگرایانه تموم بشه، اینطور نباید تموم میشد. مهتاب باید در ایران میموند، نه اینکه آرزو از ایران خارج بشه، اون هم درست در راهپیمایی 22 بهمن. یعنی اوج هر فصل کتاب به اسم یک روز راهپیمایی هست اگر دقت کرده باشی، و در آخرین فصل کتاب به اسم 22 بهمن هست، یعنی تاریخی که انقلاب اسلامی 30 سال پیش پیروز میشه، درست همون تاریخی که مهتاب زندگیش رو تو ایران از دست میده و سینمای پدرش رو آتیش میزنن. بنابراین نقش مهتاب اینجا اگر آرمانگرایانه میخواستیم نگاه بکنیم، باید در وقتی برگشت ایران و به پسرش ملحق شد، باید در ایران میموند. خب تو گفتی که هر کدوم از اینا دارن، خب تو گفتی که هر کدوم از این شخصیت ها دارن داستان یک گروهی رو بیان میکنن. خب فکر میکنی که قرار بوده که این مهتاب که اون سرنوشتش میشه چی رو بگه، داستان کیا رو بگه؟ پس مثلا خیلی ساده من یه مثالی براتون بدم. من آدم های متعددی رو دیدم اینجا که عزیزانشون رو تو دهه شانس از دست دادن. مثلا خانم عفت ماهباز که کتاب خاطراتش هم منتشر شده که واقعا تکان دهنده است. ببینید تو تمام این روزهای راهپیمایی حضور خانم ماهباز رو توی تک تک راهپیمایی ها ما میدیدیم و از این دسته واقعا کم نبودن. همدلی که بین این دو تا نسل به وجود اومده، نمیتونم خب این رو در واقع دروغ بگم. ما در ایران توی روزنامه‌هامون سهمی برای اینا قائل نبودیم، چون اصلا این آزادی رو نداشتیم، ولی در قصه شما این همدلی رو میبینین. شما میبینین که خب زنانی هستن که بخشیشون توی دهه 60 زندگیشون رو از دست دادن، یعنی 30 سال قبل زندگیشون رو از دست دادن، و بخشی هستن که در واقع الان توی اصلاحات کوچ کردن و زندگیشون رو از دست دادن. این دو تا نسل رو من میخواستم همدلانه به ایران برگردونم توی این کتاب، ولی خب اتفاقی که افتاد باعث شد که هر دو تا نسل فعلا بیرون از ایران هستن و دورادور نظاره‌گر هستن. اما حالا خیلی ناامیدانه هم نگم، شما سراسر کتاب شور و شوقی که شخصیت‌های معمولی بازی میکنن، یعنی نه مهتاب نه آرزو، در واقع به ریحانه نگاه بکنین و به سامان نگاه بکنین و حتی به آرش، اینکه درست کسی هست که بازخواست میشه از خانواده‌اش که چرا در ستاد موسوی هست، اعتراضاتش رو میگه، دلایلش رو میگه، همه نق زدنهایی که گاهی وقتا من مامان روزنامه نگار نقد میکردم، اینجا که نق نزنیم، روزنامه نگاری همدلانه داشته باشیم که اساسا جایی در استانداردهای بین المللی شاید نداشته باشه، اما تو این کتاب میبینید نق زده میشه. میبینید خود آرزو هم میاد نق میزنه، اعتراض میکنه، میگه من باور ندارم به خیلی از چیزا، ولی بستر سیاسی فعلی ایران ایجاب میکنه که من در کنار سایر ایرانیان باشم، و اگر این اتحاد نباشه ما خونمون رو از دست میدیم، ما ایران رو از دست میدیم. و چقدر هم اینها استقبال میکنن. نگاه بکنین دسته‌ای که از زنان یا حالا ایرانیانی که کوچ کردن اینور، چقدر سهم زیادی در رسانه‌های اصولگرا دارن. کتاب من هنوز معرفی نشده در رسانه‌های بیرون از ایران، توی رسانه‌های منتقد دولت که اجازه ندارن در ایران خب ما داریم اینجا معرفیش میکنیم دیگه، ولی من شما که لطف دارید کتابت هم گرفتم، اگر که بتونم نشون بدن قرار است. ولی نگار جان الان نمایشگاه مطبوعات در ایران هست، جای ما الان در ایران بود. من اصلا بحث خودم نیست، همه روزنامه نگارانی که الان بیرون هستن باید در این نمایشگاه مطبوعات حضور داشتن، ولی الان شما کتاب منو غریبانه گرفتین دستتون و دارین در صدای آمریکا معرفی میکنین. پیش از شما روزنامه قدس در ایران لطفشون رو کردن و حسابی این کتاب رو کوبیدن و رسانه های اصولگرا هم نوشتن که در واقع جوجوردک زشت توهماتش رو به عنوان کتاب منتشر کرد. اینها رو گفتم که بگم اتحاد ما اگر نباشه، این رسانه های داخل ایران و مجلسگویان در واقع دولت احمدی نژاد هستن که از اختلافات ما بهره میبرن. درسته، ولی به عنوان آخرین سوال یه چیزی کمتر از 2 دقیقه وقت داریم، تو از همدلی زنان دو نسل گفتی، میخواستم ببینم که آیا تو این همدلی رو بین فرزن جنبش زنان و جنبش سبز پس از انتخابات دیدی؟
اتفاقا بحثی مطرح میشه که جنبش سبز در واقع از جنبش زنان الگو برداری باید بکنه، به این دلیل که خب خیلی جنبش زنان پیشتر از جنبش سبز واقعا تونسته بود اتحاد رو در همه زنان برای اون حداقل‌های مشترک، دغدغه‌های مشترک به وجود بیاره. فکر میکنم خیلی هم بیراه نیست، یعنی اگر نگاه بکنین جنبش زنان درست توی بوهبوهای سرکوب توی ایران برای یک لایحه اگر اعتراض داشت درش همه نوع زنی شما میتونستید پیدا بکنید و این خیلی خیلی درخشان هست. جنبش زنان الان حتی اگر جنبش سبز از راهپیمایی های خیابانی نشسته باشه تا بتونه لایحه های مختلف رو فعال بکنه، به آگاهی رسانی رسیده باشه، ولی جنبش زنان خیلی پررنگ تر در دل جنبش سبز داره کار خودش رو میکنه. بله اتفاقا ادامه بده مسیح. کما اینکه خب شما میبینید که حتی زهرا رهنورد و فعالین زنان دیگر رو در واقع به نظر من وادار میکنه که نسبت به مباحثی موضع بگیره که خب پیش از این نمیگرفتن. این دستاورد جنبش زنان هست که واقعا قابل ستایشه. البته آسیه امینی در همین کنفرانس به سوی فرهنگ آزادی های مدنی، حقوق بشر و دموکراسی که طی 3 روز گذشته در دانشگاه مریلند برگزار شده بود به این نکته اشاره میکنه که اون همگرایی که بین گروه ها و طیف های مختلف زنان به وجود اومده بود، اگر که در جنبش سبز به وجود بیاد شاید کار رو یه مقداری راحت تر بکنه. البته من نمیدونم که حالا باید موافق بود یا مخالف، ولی به عنوان نکته آخر در مورد این کتاب نکته جالب این کتاب چیه برای خودت به طور شخصی؟ مسیح 20 ثانیه بیشتر وقت نداریم. تو 20 ثانیه که قطعا من نمیتونم اولا از کتاب خودم تعریف کنم و چیزی بگم. این همه بضاعت و توانایی من بود و بدون یاری همه کسانی که دستی در ادبیات دارن قطعا به جایی نخواهم رسید. این همه توانایی من بود، فقط به عنوان کسی که از ایران کوچ کرده بگم، با تک تک کسایی که در ایران هستن و با قرار سبز خودشون قرار ایران رو بسازن همدل هستم و همراه. بله مرسی مسیح علی نژاد، نویسنده کتاب قرار سبز. البته من این نکته رو اضافه بکنم که از مسیح رمان‌های دیگری هم به نام‌های تاج خار و من آزاد هستم هم منتشر شده. مسیح خیلی ممنون از حضور در برنامه و آرزوی موفقیت برای فروش هرچه بیشتر کتابت. سپاسگزارم. ممنون از شما.